کری خوندن توی هر ورزشی هست و همه ورزشکارها یه جورایی از کری خوندن برای همدیگه لذت میبرن و اگه بخوایم با انصاف باشیم ما هم به عنوان تماشاگر با این کلکلها حسابی سرگرم میشیم. اما خب بعضی وقتا این کری خوندن ها و کلکل کردن ها یه جور دیگه پیش میره و باعث جنجال های بزرگی میشه و باعث میشه اتفاقات بدی بیفته. من حامدم و اینجا کانال ورزش ها با توی این ویدیو میریم سراغ همین کلکل ها. لطفاً یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و اگه میخواین ویدیوهای ورزشی اینچنینی رو باز هم ببینید کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید تا اولین نفر از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. کریستیانو رونالدو با کوکه. بیشتر فوتبالی ها میدونن که کریستیانو رونالدو توی بازی بددهنه، اما توی داربی مادرید در سال 2016 کلکل او با کوکه بازیکن اتلتیکو مادرید از حدش فراتر رفت. در یک درگیری کوکه کریستیانو رونالدو رو با یه لقب مثبت 18 خیلی بد خطاب کرد و رونالدو گفت آره من همچین آدمی ام، اما با یه عالمه پول بیشتر از تو داده. رونالدو در اونجا متوقف نشد و بعدن گفت اگه توی خیابون‌های مادرید بهش سر بخورم نشونش میدم که واقعاً چی هستم. لوئیس سوارز و پاتریس اورا. در سال 2011 لوئیس سوارز و پاتریس اورا در لیگ انگلیس توی یه دور کلکل با هم دیگه افتادن، اما خب سوارز دیگه شورشو در آورد و در یک مسابقه به او توهین نجات پرستانه کرد و بعد از مسابقه پاتریس اورا گفت که سوارز با لحن نجات پرستانه به او توهین کرده. بعضی از فوتبالیستا هر کاری رو برای بردن میکنن، اما استفاده از رنگ پوست افراد خیلی نجات پرستانه و زشته و سوارز باید حسابی از کارش خجالت بکشه. خوزه مورینیو و همه میدونن که خوزه مورینیو خیلی مربی جنجالی هست و هرچی دلش میخواد میگه و هیچ ابا و ترسی از اون نداره. از کلکلش با گواردیولا در اسپانیا بگیر تا زیر پا له کردن پزشک زن چلسی. اما خب او یه بار شورشو در آورد و آرسن ونگر مربی خوب و با شخصیت آرسنال رو یک متخصص در شکست صدا زد و یه جورایی گفت که او هیچی بارش نیست. این حرف آرسن ونگر رو به عکس العمل واداشت و تهدید کرد که از او شکایت میکنه. اما خب بعد از گذشت چند وقت آتیششون فروکش کرد و رابطه اونها دوباره به روال عادی برگشت و حتی توی یه برنامه تلویزیونی زنده هم با همدیگه شرکت کردن. ادینسون کاوانی و گونزالو هارا. درست قبل از اینکه ادینسون کاوانی و اوروگوئه در کوپا آمریکای سال 2016 در یک چهارم نهایی مقابل شیلی قرار بگیرن، کاوانی خبری رو دریافت میکنه که پدرش به خاطر رانندگی در حال مستی یه نفر رو با ماشین کشته. این یه خبر خیلی بد برای کاوانی بود و از اون طرف هم دفاع شیلی گونزالو هارا اصلا فکر نمیکرد که استفاده از این قضیه براش ممنوع باشه. او در یک درگیری در این مسابقه به کاوانی گفت که پدرت 20 سال آینده رو توی زندان خواهد بود و کاوانی رو حسابی آتیشی کرد. تازه بعد از اون برای اینکه بیشتر حرص او رو در بیاره انگشتش رو جایی کرد که نباید میکرد و یه کاری کرد که کاوانی در اون بازی اخراج بشه و خود او قصر در رفت. اما بعد از این بازی هارا از بقیه کوپا آمریکا محروم شد و کل این قضیه نشون میده که بعضی وقتا بازیکن‌ها چقدر میتونن نامرد و ناجوانمرد باشن. زولاتان ابراهیموویچ و جوی بارتون. هر وقتی که پاریس سن ژرمن در مقابل المپیک مارسی بازی میکنه بازی بسیار حساس و جنجالی میشه. در بازی سال 2013 این دو تیم جوی بارتون در مقابل زولاتان قرار میگیره و زولاتان برای اینکه فکر میکرد او تمارز کرده اونو یک چیز مثبت 18 انگلیسی خطاب کرد. بارتون هم گفت شاید من اون چیزی که تو میگی باشم، اما تو دماغت خیلی گنده و بیریخته و حسابی قیافه زولاتان رو مسخره کرد. او حتی وقتی از او دور میشد هم با انگشتش زولاتان رو نشون میداد و او را مسخره میکرد. اما خب این که از خصوصیات ظاهری یک فرد علیه او استفاده کنی و او را مسخره کنی خیلی کار زشتیه. آنتوان فردینان و جان تری. آنتوان فردینان برادر ریو فردینان اسطوره منچستر یونایتد هست و اگرچه مثل برادرش موفق نبوده، اما خب در سطح حرفه‌ای بازی می‌کرده. آنتوان گفت که جان تری در یک بازی در سال 2011 به او یک توهین نژاد پرستانه کرد و بعد از اینکه این قضیه ثابت شد، جان تری به خاطر این کارش 334,000 دلار جریمه شد. این اتفاق رابطه بین ریو فردینان و جان تری دو دفاع آخر انگلیس رو هم به هم زد و کار به جایی رسید که فردینان در کتاب بیوگرافی خودش جان تری رو یک احمق خطاب کرد. خب نظر شما چیه؟ کدوم یکی از این موارد به نظرتون از همه جنجالی تر بود؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه‌ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال رو هم یادتون نره. این هم ویدیوهای دیگه‌ای که اگه دوست داشتید میتونید ببینید.